بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما همراهان گرامی، آقایان محترم و بانوان گران ارج. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت تک تک شما بزرگواران تبریک عرض می کنم. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که به ما این توفیق رو دادن که در ماه مبارک رمضان بتونیم سلسله مباحثی رو داشته باشیم و با هم به گفتگو بپردازیم. در اولین گفتگوی این سلسله جلسات روایتی رو نقل میکنم از جناب سید ابن طاووس رحمت الله علیه که در کتاب اقبال خودشون روایتی رو از دو تن از صحابیان آقا امام جعفر صادق علیه السلام نقل میکنن، جناب ابن ابی عمیر و جناب هشام ابن سالم، دو تن از اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام نقل میکنن که از حضرت سوال شد و حضرت در پاسخ که مشخص نیست شخص سوال کننده کیست و چه سوالی پرسیده، ولی جواب سوال زیباست. امام صادق علیه السلام پاسخ دادند: رأس السنه شهر رمضان، اذا سلمت شهر رمضان سلمت السنه، و قال رأس السنه شهر رمضان. شاید یه سوالی در ذهن ما به وجود اومده باشه، علت چیه که اقوام مختلف در زمانهای مختلف شروع سال جدید رو دارن؟ مثلا ما فارسی زبانها در ابتدای بهار فروردین سال تحویل میگیریم و شروع سال جدید داریم، برخی ها در ابتدای زمستان شروع سال جدید دارن، برخی ها که در همین کشور خودمون بودن در ابتدای مهر مهرگان میگرفتن، و برخی در بعضی کشورها در میان شهریور. علت چیه که چنین قراردادها و اعتباریات رو ما میذاریم؟ اگر ما دو زانو محضر آقا امام صادق علیه السلام بشینیم و این سوال رو از امام صادق علیه السلام داشته باشیم، امام جعفر صادق میفرمایند رأس السنه شهر رمضان. در واقع بیایم بگیم سالی که نکوست از رمضانش پیداست. اگر ماه رمضان ما خوب طراحی شد و خوب اون رو پیش بردیم و سالم موند، کل سال ما سالم میمونه، کل سال ما تضمین میشه. در محاورات خودمون دیدیم گاهی اوقات پیش میاد، میگه فلانی موقع سال تحویل کجا بودی؟ میگه تو راه بودم، خواب بودم. میگه پس کل سال تو راهی، کل سال خوابی، درسته؟ شاید بعضی ها بیان بگن آقا این چه حرفیه شما میفرمایید؟ در بین اعراب تو همین زمان خودمون هم شروع سال جدید از ابتدای ماه محرمه. ما بحثمون روی قراردادها نیست که ما تنظیم میکنیم، بحثمون روی فرهنگ اهل بیته. اهل بیت ما کدوم زمان رو به عنوان شروع سال جدید قرار دادن؟ علمای ما شروع کردن به ورق زدن کتابها و شروع به نوشتن کتابهای مختلف کردن و نتیجه این شده فرهنگ اهل بیت ما اشاره می کند که شروع سال جدید از ابتدای ماه مبارک رمضان است. تأیید بر این سخن بنده کتاب هایی که در این سبک نوشته شده که دم دستمونه، تو خونه همه من و شما هست، وقتی شروع می کنند به شمارش کردن ادعیه های روزها و ماها، ابتدا از ماه رمضان شروع می کنند، بعد سراغ ماه های دیگه می رن. پس یک نکته، محبین اهل بیت عیدتون مبارک، سال جدیدتون مبارک، امیدوارم سال خوبی داشته باشید، سالی پر از خیر و سلامتی و عافیت، سالی سرشار از انرژی های مثبت، امیدوارم همیشه خوب باشید، سالی داشته باشید بدون کرونا، چه کرونای جسمی چه کرونای معنوی. بخوایم از خداوند تبارک و تعالی در این ماه
نفسمون رو بتونیم تزکیه کنیم، نفسمون رو قربال کنیم و بتونیم خودمون رو به صاحب و مولای خودمون آقا حجت ابن الحسن مهدی صاحب الزمان نزدیک کنیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یا علی مدد.